امشب در 24 آزادی 10 گروگان زن اسرائیلی از غزه در پنجمین روز آتش بس همزمان با گرد همایی در تل آویو برای آزادی کودک 10 ماهه روبوده شده در 7 اکتبر. بنیامین نتانیاهو گفته اسرائیل همه گروگان ها را آزاد و حماس را نابود میکنه. رأی به ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی و حجاب در ادارات دولتی اروپا. دادگاه اتحادیه اروپا میگه این تصمیم به منظور ایجاد یک محیط اداری کاملا خنثی گرفته شده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. اسرائیل و حماس آتش‌بسی رو که از جمعه پیش شروع شد و قرار بود دیروز دوشنبه به پایان برسه برای 2 روز دیگه در ازای آزادی 20 گروگان یعنی هر روز 10 گروگان تمدید کردند. رسانه‌های اسرائیلی ساعتی پیش اعلام کردند صلیب سرخ بین‌الملل 12 گروگان زن از جمله 10 اسرائیلی رو از حماس تحویل گرفته. قرار اسرائیل هم 30 زندانی فلسطینی از جمله 15 زن رو آزاد کنه. همزمان با گردهمایی در تل آویو برای آزادسازی کودک 10 ماهه از دست حماس، رویترز میگه سازمان رئیس سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا در دوحه با امیر قطر برای گفتگو درباره گروگان‌های باقی مانده در دست حماس دیدار کردند. در همین حال بنیامین نتانیاهو در پیامی گفته اسرائیل متحد تمام گروگان‌ها را آزاد و حماس را در غزه نابود کنه. ما متعهدیم وظایف خود را به انجام برسونیم، از جمله آزاد کردن تمام گروگان‌ها، از بین بردن این سازمان تروریستی حماس در روی زمین و زیر زمین و اطمینان از اینکه غزه به شکل سابق باز نگرده و تهدیدی برای اسرائیل نباشه. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، حرف از این هستش که گروگان‌های بیشتری آزاد بشن، چانه‌زنی‌های بیشتری در جریان باشه، ولی از طرف دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه که همچنان به دنبال نابودی حماس است. آیا کار او دشوار نخواهد شد اگر گروگان‌های بیشتری آزاد بشن و عملاً توجیه جنگ برای هم اسرائیل هم جامعه جهانی سخت‌تر بشه؟ آقای امیر، متاسفانه صدای شما رو هنوز نداریم، سعی میکنم در ادامه برنامه به منشه امیر دوباره برگردیم. عذرخواهی میکنم. نشریه پولیتیکو به نقل از 2 مقام اطلاعاتی آمریکا گفته CIA و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی این کشور با کمک بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی برای زیر نظر گرفتن برنامه تسلیحاتی ایران کمک گرفتند. گزارش میگه از طریق نظارت بر ارتباطات الکترونیکی مثل ایمیل‌ها و پیام‌های متنی شهروندان و شرکت‌های تسلیحاتی خارجی برای جلوگیری از ورود چندین محموله قطعات پیشرفته نظامی به ایران استفاده شده. به گفته مقامات این جستجوها اطلاعات دقیق و مورد نیاز برای متوقف کردن فروش قطعات تسلیحاتی و جزئیات دیگری از جمله هزینه، زمانبندی و اندازه اونها رو نشون میده. سال گذشته هم دولت آمریکا به کمک بخش 702 شرکت هایی که با دور زدن تحریم های این کشور علیه ایران به دنبال فروش قطعات سلاح به ایران بودن رو شناسایی کرده. تیم کین، سناتور دموکرات، به همکارم آرش علایی گفته درباره تمدید بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی با همکارانش در حال گفتگوه. هنوز دارم با کارمندا و مردم حوزه خودم درباره تمدید این بخش از قانون یا اینکه در تمدید چه تعدیلات و تغییراتی اعمال بشه گفتگو میکنم. در گذشته این بخش تمدید شده اما با برخی اصلاحات، بنابراین همچنان در حال بحث و گفتگو در این باره هستیم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در استودیو با ماست. چقدر به نظرتون با استفاده از مکانیزم‌های اینچنینی دست هم سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا هم دولت این کشور باز میشه برای اینکه بدونن دقیقاً چه داره میگذره در ساختار نظامی ایران؟ با درود به شما و مردم عزیز ایران، بسیار کمک میکنه با داشتن این قانون 702 و استفاده از ابزاری که اون در اختیارشون میگذاره، میتونن نه فقط رهگیری بکنن که این قطعات تسلیحات از طریق چه شرکت‌های تهیه کننده و تولید کننده و فروشنده‌ای داره در اختیار جمهوری اسلامی و یا حالا هر نیروهای نیابتی دیگری قرار میگیره، بلکه میتونن پیدا بکنن اینها به کجاها ممکنه که بره، یعنی مسیریابی بکنن که مسیر بعدی اونها رو هم پیدا بکنن. اما به خاطر اینی که در گذشته استفاده های نابجایی به گفته مقامات
کنگره امریکا اتفاق افتاده، الان یک سری از همونها به خصوص جمهوری خواهان مخالف این هستن که این اجازه رو بدن، اما در بد جایی هم قرار گرفتن، چون از یک طرف میبینن که همین اطلاعات FBI بوده که یه مقداری در مورد کارزار انتخاباتی آقای ترامپ در سال 2016 اطلاعاتی رو به دست آورده که حالا یک مقداری در بقیه کارهای دادگاهی آقای ترامپ درس کرده و از اون دارن استفاده میکنن، ولی از طرف دیگر هم میدونن جمهوری خواهان که اگر جلوی این رو بگیرن، جلوی عملکرد تروریستی کشورهای حامی تروریسم مثل جمهوری اسلامی هم بایستی مقابله بکنن. این مسئله برای جمهوری خواهان بسیار دردسرساز شده، ولی به نظر من این قانون 702 اگر که کاملا از بین بره، که تا آخر امسال اگر کاری کنگره نکنه از بین خواهد رفت، به نفع اون کشور سازمانهای تروریستی خواهد بود که می از این مسئله استفاده میکنه. یکم برامون باز کنید که دقیقاً چه هست این قانون، چه مکانیزمی رو در دست دولت قرار میده؟ ببینید، این قانون در وهله اول اجازه میده که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده بتونن بررسی بکنن چه تسلیحاتی از کجا به کجا و در چه مبلغی داره رد و بدل میشه، و بعد حتی میتونن پیگیری بکنن که اینها مسیرشون کجا هست، از اونجایی که ساخته شده به اونجایی که تحویل داده شده و از اونجا به چه جاهای دیگری میره. به فرض مثال میتونن پیدا بکنن که اگر یک موشک بالستیکی قطعاتش به جمهوری اسلامی فروخته شد و بعدها اون رو ما در یکی از ساختمانهای اوکراین لاشش رو پیدا کردیم، بتونن تشخیص بدن که این از چه مسیری بوده، کدوم شرکت سازنده‌ای بوده، که اگر اون شرکت‌ها تحت تحریم‌های ایالات متحده باشن، بعد دو مرتبه برن دنبال اونها و اونها رو ردیابی بکنن. برای ایالات متحده از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی بسیار حائز اهمیت هست، ولی مسئولیت بالایی رو هم برای سازمان‌های اطلاعاتی به وجود میاره. چرا؟ چون شما حسابشو بفرمایید که یک انبار بزرگ اطلاعاتی هست، استفاده چگونه از اون و اینه که کسی که میخواد استفاده بکنه یه ذره قلقلکش نیاد که بخواد یک سری استفاده های دیگر یا جانبی هم از اون ببره، اون مسئله ساز هست. ممنونم از شما شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی بار دیگر از قطعی شدن قرارداد خرید جنگنده سوخوی 35 از روسیه خبر داده. دولت روسیه اما در این باره تا به حال اظهار نظری نکرده. مهدی فرحی به خبرگزاری تسنیم گفته قرار جنگنده سوخوی 35 بالگرد هجومی میل 28 و هواپیماهای آموزشی یاک 130 به زودی وارد ایران بشن. سوخوی 35 جنگنده چند منظوری ساخت روسیه است که ایران امیدوار با خرید اون ناوگان فرسوده نیروی هواییش رو به روز رسانی کنه. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، واقعا آیا سوخوی 35 میتونه به شکل معناداری توان نیروهای هوایی ایران رو تغییر مهمی درش ایجاد بکنه، با توجه به اینکه به نظر میاد در این سالهای اخیر تمرکزشون بیشتر روی پهپاد و موشک بوده؟ در وهله اول ما نمیدونیم که واقعا روسا تصمیم گرفتن که سوخوی 35 رو بدند یا نه، برای اینکه این گزارش فقط بر پایه سخنان مهدی فرحی است که جانشین وزیر دفاع است. ما میدونیم که مثلا اینا بهمن پارسال یه پایگاه زیرزمینی عقاب 44 رو آماده کردن برای دریافت سوخوی 35. بعد تو خرداد، میانه خرداد همین امسال، فرماندهی نیروی هوایی گفت که ما نیاز داریم به سوخوی 35 ولی نمیدونیم کی وارد اسکادران ما میشه. بعد تو تیرما محمد رضا اشتیانی گفت که به طور ضمنی، البته گفت که مثل که قرارداد به هم خورده، ولی اگر این سوخو رو بدن که به نظر میرسه با توجه به گزارش ها 24 فروند خواهد بود، تکان اونچنانی واقعا نمیتونه به نیروی هوایی بده. تقویتش میکنه برای اینکه بیشتر هواپیماش از میگ 29 و سوخوی 24 و کوسر و چنگدوی F7 اینا همه قدیمی است، ولی یه تکانی میتونه بده، میتونه
یه نقطه آغازینی باشه برای نیروی هوایی که جان بگیره، برای اینکه هواپیمایی رو که الان نیروی هوایی جمهوری اسلامی داره به درد موزه میخوره بیشترشون. چه روی زمین در واقع در این مورد خاص روی هوا چه کمک عملیاتی میتونه به جمهوری اسلامی بکنه؟ کمک عملیاتی از این جهت که سوخوی 35 خوب یه هواپیمای چند منظوره است، بعضی ها مقایسه میکنن با F-16، به هر حال یه توان بهتری بهش میده، ولی باید ما همیشه این رو مقایسه بکنیم، این توان رو با اون تهدید احتمالی از طرف حساب طرف متخاصم علیه ایران و اون اسرائیل خواهد بود و یا آمریکا با داشتن هواپیماهای به هر حال رادارگریز و انواع هواپیماهای پیشرفته نسل پنجم، بنابراین خیلی مشکله که ایران بتونه کاری بکنه، ولی در مجموع کمک میکنه. ایران چرا این کارها رو واقعا داره میکنه؟ کمک های ایران همینطوره که گفتید، به هر حال ایران میخواد که از روسیه این هواپیما ها رو بگیره، صحبت بود که تانک های T-72 و T-90 رو بگیره. به طور کلی در یه بعد وسیع اگه بخوایم بذاریم، ایران خواستار انتقال بیشتر، خواستار انتقال تکنولوژی نظامی از روسیه است. همکاری در عرصه الکترونیک، در عرصه پدافند هوایی که بیشتر به درد ایران میخوره برای حمله احتمالی که ممکنه از طرف مثلا اسرائیل صورت بگیره، و اگر شانس بیاره و واقعا روسیه همکاری بکنه که صحبتش بود، مثلا S-400 بده. این اگر چنین چیزی دسترسی پیدا بکنه به چنین سامانه ای، این میتونه ورق برگردان باشه، ولی اسرائیلیا به باور من ساکت نخواهند نشست، برای اینکه با توجه به همین F-35 که صحبتش بود، در گذشته مقامای اسرائیلی با روسا تماس گرفتن در مورد همکاری نظامی ایران و روسیه و دادن سلاحایی که ممکنه سلاحای پیشرفته وضعیت رو تغییر بده. به هر حال اونا هم نفوذ خودشون را دارن. ممنونم از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با ما. خب اجازه بدید برگردیم به خبر اول برنامه و اون هم تبادل زندانیان و گروگان‌ها هست بین اسرائیل و حماس. تصاویر زنده داریم از کرانه باختری، جایی که زندان عفر قرار داره و تعدادی از فلسطینی‌هایی که قرار هست آزاد بشن و همینطور در روزهای گذشته آزاد شدن از همین زندان روانه سرزمین‌های فلسطینی شدن. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از ورودی زندان عفر در کرانه باختری، جایی که فاصله زیادی با مناطق فلسطینی نشین در این منطقه نداره. امیدوارم که ارتباطمون هم با منشه امیر، کارشناس مسئله خاورمیانه، این بار برقرار شده باشه. آقای امیر خوشحالم که میبینمتون، امیدوارم ارتباطمون سپس. ممنون از شما. اینو داشتم پیشتر ازتون میپرسیدم که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه که تا جایی که بتونن به تبادل گروگان ها ادامه میدن، زندانیان فلسطینی رو آزاد میکنن تا گروگان ها رو پس بگیرن، اما در این حال همچنان مصر هستش که در نهایت میخوان حماس رو نابود بکنن. اگر تعداد گروگان هایی که آزاد میشن قابل توجه باشه و عملا گروگان زیادی باقی نمونه، اما چقدر کار برای دولت آقای نتانیاهو دشوار میشه برای توجیه ادامه جنگ؟ بله، ما در ساعت اخیر با یک پیشنهاد دیگر روبرو هستیم که حماس و جهاد اسلامی با هم از طریق قطر پیام فرستادن برای اسرائیل که ما حاضریم همه که ربوده شدگان رو آزاد بکنیم، به یک شرط که شما هم همه تروریست های زندانی در اسرائیل رو آزاد بکنید همه رو، و تعهد بدید که جنگ رو تمام میکنید و عقب نشینی میکنید و نیروهای خودتون رو از غزه بیرون میبرید. این از یک طرف نشان اعتراف حماس و جهاد اسلامی به شکست کامله، و از سوی دیگر پیشنهادی است که به هیچ وجه اسرائیل نمیتونه اون رو بپذیره، و حتی در مورد مبادله ربوده شدگان با تروریست های زندانی هم اختلاف نظرهای در کابینه اسرائیل بروز کرده بود. مثلا آقای بن‌گویر و سموتریچ میگویند که جنگ رو در هر شرایطی باید ادامه داد.
از سوی دیگر ما میبینیم که فشار بین المللی بر اسرائیل روز به روز بیشتر میشه. یه اشاره هم به روابط اسرائیل با روسیه بکنم که آقای آریان به اون پرداختن. در چند روز اخیر روابط اسرائیل با روسیه هم تا حدودی شکراب شده. روسیه هم به اسرائیل هشدار داده. گروهی از سرکردگان حماس به مسکو رفتن و یکی دو نفرشون با آقای پوتین دیدار داشتن. فشار بین المللی روز به روز بر اسرائیل بیشتر خواهد شد. ولی از سوی دیگر اسرائیل سه قول داده یا سه هدف رو برای خودش تعیین کرده. یکی بازگرداندن همه روبوده شدگان. دوم سلب قدرت نظامی و حکومتی از حماس که هنوز ما دوریم ازش. و سوم اینکه ترتیباتی در غزه داده بشه که دوباره از نظر امنیتی که دوباره به پایگاه ترور و موشک اندازی علیه اسرائیل مبدل نشه. اگر اسرائیل در شرایط کنونی و با پیشنهادی که از جانب قطر به این کشور انتقال یافته موافقت بکنه، یعنی به هیچ یک از این هدف جز آزادی همه ربوده شدگان در برابر آزادی بیش از 3000 تروریست زندانی در اسرائیل، تروریست هایی که بعضی ببینید این کودکی که شما میبینید یکی از آزاد شدگان است، جزو آزاد شدگان یک کودک 3 ماهه بود، یک کودک 4 ساله بود و غیره و غیره. این نشون میده که واقعا حماس تا چه حد بیرحمه و غیر انسانه. به هر حال اسرائیل اگر شرایط پیشنهادی حماس و جهاد اسلامی رو بپذیره، دو اتفاق رخ خواهد داد. یکی این که دولت آقای نتانیاهو متلاشی خواهد شد و ایشون به هیچ وجه حاضر نیست که چنین امری بشه، چون اگر دولت بعدی تشکیل بشه در اسرائیل احتمال زیاد هست که ریاستش با آقای نتانیاهو سپرده نشه. دوم این که اون قدرت بازدارندگی که اسرائیل همیشه در پیش بود از دست خواهد رفت و اسرائیل نشون خواهد داد که ضعیف، به تعهدات خودش و اظهارات خودش پایدار نیست. با توجه به همه آنچه که گفتم، احتمال این که این پیشنهاد حماس پذیرفته بشه، یعنی خروج کامل نیروهای اسرائیلی در برابر بازگرداندن همه ربوده شدگان، پیشنهادی است که به هیچ وجه مورد قبول اسرائیل قرار نخواهد گرفت. این با اینکه امر آزادی گروگان‌ها یکی از بزرگترین معنویات، آرزوها و آرمان‌های ملت اسرائیل. ممنونم از شما. منشأ امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. بنیاد اکسل شپرینگر آلمان جایزه شجاعت سال 2023 رو به زنان افغانستان اهدا کرده. مسیح علی نژاد که از سخنرانان اصلی این مراسم بود، در مصاحبه با خبرنگار ایران اینترنشنال در برلین گفته در سخنرانیش از مقامات آلمان انتقاد کرده که چرا در گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی تعلل کردند. خانم علی نژاد خواستار اقدام عملی مقامات آلمان برای بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ هم شده. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست با جزئیات بیشتر که چه گذشت در این کنفرانس. احمد، فرداد، مراسم بسیار باشکوهی بود امروز در آلمان. یک بار دیگه نام زنان ایرانی و زنان افغانستانی تنین انداز شد و یکی از مهمترین و بهترین جوایزی که در جامعه آلمان اهدا میشه به شخصیت‌ها و همچنین فعالان مختلف در بخش‌های گوناگون، همین جایزه شجاعت هستش که در بنیاد آزادی اکسل اشپرینگر اهدا میشه و خب امروز این جایزه برای سال 2023 به زنان افغانستان اهدا شد، جایی که مسیح علی نژاد میهمان ویژه این برنامه بود در کنار جمعی از شخصیت‌های برجسته و بانفوذ آلمانی مثل وزیر آموزش آلمان که خب بسیار گفتگوهای بسیار گرمی داشتن با مسیح علی نژاد و همچنین در مراسمی که در اتاق پشت سر من برگزار هست، در اونجا هم سخنرانی‌های بسیار شورانگیزی انجام شد، هم از سوی میهمانان آلمانی هم از سوی خود مسیح علی نژاد که حالا خود مسیح علی نژاد در کنار ما هستش و دوست دارم از خودش سوال بکنم. مسیح، اول راجع به سخنرانی خودت بگو. بسیار من سخنرانی وزیر آموزش رو شنیدم، خیلی تاثیرگذار بود، از سخنرانی خودت هم به ما بگو. سوال بعدی هم هست. ببینید، شما گفتید که
خیلی گفتگوهای گرمی بود، ولی متاسفانه من آدم خیلی تندیم و به وزیر آموزش پرورش هم همین رو گفتم. وقتی که سخنرانیم شروع کردم گفتم بسیار خوشحالم وقتی میبینم وزیر آموزش و پرورش، یعنی وزیر تحصیل اینجاست و این باعث خوشحالیه که دارن جایزه میدن به زنان افغانستان. ولی تجربه این جوایز رو ما زنان ایرانی داریم و صادقانه میخوام به شما بگم، بدون اینکه احساس کنید که من دارم در واقع مهمان بدیم و شما رو ستایش نمی کنم یا قدر شناس نیستم، ولی میخوام به شما بگم این جایزه ها ما رو به جایی نمیبره. اگر وقت شما ببینید زنان افغانستان به خاطر اینکه حق تحصیل ندارن، زنان افغانستان حق رفتن به مدرسه رو ندارن، اگر فکر کنید فقط همین جایزه میتونه کافی باشه، این اشتباهه. برای همین سخنرانی رو بردم روی این محور که بهشون بگم باید اقدام عملی انجام بدید و مثال ایران رو زدم که وقتی زنها کف خیابون کشته شدن، وقتی به زنها تجاوز شد در زندان، وقتی به خاطر موهاشون به قتل رسیدن، زنای آلمان که به هر حال یک دولت فمینیستی دارن، وزیر خارجهشون فمینیسته، اقدام عملی نکردن برای اینکه بتونن سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن. اما در افغانستان هم همین. بنابراین اگر واقعا قائل به این هستید که این جوایز برای شجاعت زنان افغانستان داره داده میشه، به اندازه زنان افغانستان و زنان ایران شجاع باشید و حکومت آپارتاید جنسی طالبان و جمهوری اسلامی رو برای همیشه حذف کنید. در غیر صورت اونا شما رو در خاک آلمان حذف خواهند کرد. در گفتگوهایی که در آغاز، یعنی قبل از شروع جلسه بود در پایین، من اونجا رو میگم که خیلی دیدار خیلی جالبی بود، من اونجا از خود خانم وزیر سوال کردم که شما چطور میتونید کمک بکنید. یکی از حرفاش این بود که ما باید کمک عملی بکنیم به، در واقع اشاره کرد به هم شما هم به رویا محبوب که شما فعالان فمینیست و فعالان حقوق بشر و فعالان زنان هستید، باید از شما حمایت بکنیم. در این خصوص فکر می‌کنید چطور می‌تونید اینو کمک بکنید؟ ببینید بخوام خیلی صادق با شما باشم، بخشی از دولت آلمان واقعاً همصدایی و همگرایی با زنان ایران و افغانستان رو داره. من امروز دیدارهای متعددی داشتم، نمایندگان پارلمان آلمان هم همینطور، بخشی از نمایندگان پارلمان بی‌نهایت صدای بلندی دارن علیه سپاه پاسداران و تروریست میدوننش. بخشی از وزرایی که من امروز باشون دیدار کردم قائل به این هستن که جمهوری اسلامی باید محو و حذف بشه. چرا؟ چون اگر نشه همین جنایتی که حماس علیه شهروندان عادی تو اسرائیل کرده رو علیه کشورهای دیگری هم خواهد کرد. ولی واقعیت اینه که بخشی دیگری از نمایندگان پارلمان آلمان و سیاستمداران در کابینه نظر متفاوتی دارن و اونا ما رو میبینن، ما مردم ایران رو میبینن که ما چقدر خوراک تهیه میکنیم برای اون بخشی که میگن هنوز با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم، هنوز با اونا قراردادهای اقتصادی ببندیم. برای همینه که تصمیم گرفتم این بار من تنها اینجا نیام. چرا؟ چون کسانی اومدن بهشون مشاوره دادن و گفتن سپاه رو در لیست تروریستی قرار ندین. چرا؟ چون ممکنه که سپاه بخواد ریزش کنه و اگر شما همه سپاه رو تروریست اعلام بکنین اتفاق نخواهد افتاد. بخشی دیگر از فعالان اومدن، ورزشکارا، چهره‌های شناخته شده، به همین دولت آلمان مشاوره دادن، در سطوح بالا گفتن ورزش جمهوری اسلامی رو تحریم نکنید. چرا؟ چون به هر حال تنها شادی مردم ایرانه. یا اینکه در ورزشگاه ممکنه شعارهای اعتراضاتی شکل بگیره. خب اینا به اون بخش از چپ‌ها در آلمان یک ابزار میده که بگن ببینید خود مردم ایران نمیخوان که ما سپاه رو تروریست اعلام کنیم، یا فیفا میاد میگه که ما نباید ورزش رو تحریم بکنیم، فوتبال رو تحریم بکنیم. برای همین اگر همصدایی در بین ما وجود نداشته باشه اونا به ما گوش نمیکنن. برای همین تصمیم گرفتم اتفاقا در این سفر با جمعی از ورزشکاران، 5 نفر از کسانی که عضو تیم ملی جمهوری اسلامی بودم، حضور پیدا کنم تا اونها بگن که تیم ملی معنی نداره وقتی که نیمی از ملت ایران یعنی زنان حذف شدن از همه جا. بنابراین از زبان اونها بشنون. با خانومی که در اعتراضات بوده، سیما، که دستش پر از ساچمس، اومدم که به جای اینکه من حرف بزنم یا ما به هر حال مخالفان اپوزیسیون حرف بزنیم، خود جوانها، خود مردم، خود ورزشکارا خودشون رو نمایندگی بکنن. و امیدوارم که بتونیم دولت آلمان رو متقاعد بکنیم که صدای مردم کف خیابون رو بشنوه. حالا البته اونها رو پوشش خواهیم داد، دیدار با ورزشکاران و بقیه دوستان. حالا فقط این سوال آخر، شما دیداری امروز دیدارهایی رو داشتید با شخصیت‌های مهم آلمان، از جمله آقای هویسکن، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ. سال گذشته سفر شما خیلی جنجالی شد به اینجا، خب ما پوشش دادیم. مهمترین گفتگو یا در یک کلمه خیلی کوتاه بگید که با آقای هویسکن چه صحبتی شد؟ قرار بود که وارد این سوالای سخت نشیم، برای اینکه دیدار خصوصی بود و به شدت
یعنی به هر حال براشون عجیب بود که گفتش ما در کنفرانس امنیتی مونیخ ترجیح دادیم وقتی دیدیم اپوزیسیون ایران متحد شده شما رو دعوت بکنیم. خب سوال سختیه برای من وقتی که میگن اون اپوزیسیون متحد، ائتلاف، اون همبستگی مهسا چه شد؟ و امیدوارم. من همیشه تلاش میکنم جلوی غربی‌ها بگم دیکتاتور در واقع بلده ما رو از هم جدا بکنه، ولی برای مردم ایران باید بگم که ما باید بلد باشیم از دیکتاتور قوی تر باشیم و شق شقه و جزیره سرگردان نباشیم، چون اپوزیسیون متحد در واقع میتونه به جامعه جهانی و غرب بگه شما باید برای یک ایران بدون جمهوری اسلامی آماده باشید. همچنان امیدوارم که بتونیم علارغم گرایش‌های فکری متفاوت کنار هم قرار بگیریم، برای اینکه جمهوری اسلامی مثل یک ویروسه، مثل یک سمه، مثل سرطانه، و اگر ما کنار هم قرار بگیریم جامعه جهانی هم ما رو به رسمیت خواهد شناخت. مرسی جان، برات آرزوی موفقیت می‌کنم. از اینکه وقت به ما دادی خیلی سپاسگزارم. من فرداد من با تو چند کلمه دیگه صحبت بکنم. ببین، خب امشب جایزه به زنان افغان اهدا شد و خانم رویا محبوبی از طرف زنان افغان که خود او در سال 2013 جز 100 زن برتری بود که از سوی نشریه تایمز به در واقع اسمش برده شد، یعنی زنان تاثیرگذار، خب جایزه را هم او گرفت به نمایندگی از زنان افغانستان. و خب مسیح هم برنامه‌های متفاوتی خواهد داشت. از امروز برنامه‌ها شروع شده، همونطوری گفتم با رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار داشت، بعد با رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی پارلمان فدرال آلمان دیدار داشت، همچنین با بیژن جیرسرایی که دبیرکل حزب دموکرات‌های آزاد آلمان هست دیدار کرده. فردا کنفرانس خبری مجددا در همین ساختمان اکسل اشپرینگر خواهد داشت و همونطور که خودش اعلام کرد با جمعی از ورزشکاران اومده که با اونها در جمع نمایندگان پارلمان آلمان حضور خواهد داشت و در اونجا یک برنامه صبحانه کاری هستش که به نظر میاد برنامه‌های مفصلی هستش که خب ما هم همچنان اونها رو پوشش خواهیم داد و خب بینندگان ایران اینترنشنال میتونن که تمام این رویدادها رو از هم از شبکه ما، هم از پلتفرم‌هایی که داریم بتونن ببینن و استفاده بکنن. ممنونم از تو. احمد صمدی خبرنگار ما در برلین آلمان. توماژ صالحی، رپر معترضی که با ترانه‌هاش از اعتراضات پارسال در ایران حمایت کرده بود، در اولین ویدئویی که بعد از آزادی از زندان منتشر کرده از دوران زندان و بازجویی گفته. او میگه بعد از آزادی تلاش کردند تا با انتشار اخبار غیرواقعی همچون اعتراف چهره او را تخریب کنند. او در بخش دیگری از این ویدئو از رفتارهای غیرقانونی ماموران امنیتی با زندانیان گفته. آقای صالحی میگه بیش از 250 روز در سلول انفرادی به سر برده. او چندی پیش بعد از 1 سال و 21 روز به قید وثیقه آزاد شد. این خواننده ایرانی به روایت خودش در طول مدت زمان زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، صورت و گردنش آسیب دیده و انگشتان دستش شکسته. خیلی شکنجه شدم اون موقع بازداشت. دست و پای منو شکوندن، یعنی تو صورتم و سرم خیلی ضربه می‌زدن. سعی می‌کردم اول با دستم جلوی ضرباتو بگیرم که انگشتام می‌شکستن و بعد دیگه خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست، جالب نیست، ولی خیلی تایمشم خیلی طولانی بود. یکی از بچه‌های سیاسی به من گفت که احتمالاً اون چیزی که توی گردن زدن آدرنالین بوده برای اینکه بیهوش نشی و اون تایم شکنجه رو، اون زمانی که شکنجت می‌کنن همش به هوش باشی و درد رو تا اوجش تحمل کنی. بیشتر از یک سال نمیتونستم منو بازداشت موقت نگه دارم و همون 6 سالی هم که من دادم باز طبق قانون جمهوری اسلامی نیست، غیر قانونیه. و البته وقتی ما در مورد قانون خودشون باهاشون صحبت میکردیم میخندیدن که چی میگی و قانون چی دیگه و ما میتونیم فلان کار میکنیم. کسی که ناراحت، من سالمم اومدم بیرون. اگه 4 ماه پیش که من از اطلاعات میومدم، از اطلاعات منتقل شدم به زندان، اگه اون موقع می اومدم بیرون خب مسلماً این حرف رو نمی زدن و شکستگی های استخوان های من مال 1 سال و 1 ماه پیشه. طبیعتاً جوش خوردن تمام استخوان ها، حالا یه سریشون کج شدن، اونقدر اذیت نمی کنن، ولی خب بعض وقت تو راه رفتن متاسفانه درد می گیره، می لنگم پام یا دستم توی ورزش اذیتم می کنه. و این چند روز هم رفتیم امارای و رادیولوژی عکس گرفتیم و کارای دندونم هم این چند روز دارم انجام میدم، دندونم هم درست کنم. استخون دیگه جوش میخوره دوباره، برای اینکه ورزش هم بتونم ادامه بدم به صورت حرفه‌ای و یه سری کارا میخواستم توی بوکس انجام بدم، حتما باید پامو جراحی کنم. احتمالا توی هفته آینده یا شاید هفته بعدش پامو جراحی کنم، دستمو جراحی کنم و بعدم
برمیگردم به احتمالاً اون چیزی که اون کارکتری که خودم میخواستم. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوای کانادا با ماست. خانم رضایی، این ویدئوی مفصل‌تری از مطمئنم شما دیدید. چه دستگیر شما شد از حرفایی که او زد در این ویدئو؟ سلام به شما و بینندگانتون. به نظرم این ویدئو یک بازگشت ظفرمندانه توماج صالحی بود، کسی که در یک سال و یک ماه گذشته و حتی قبل از اون در واقع محبوبیتش هر روز بین نسل جوان و بین جوانان، زنان جوانی که نمیخوان جمهوری اسلامی بر اونها حکومت بکنه، در واقع محبوب و محبوب‌تر شده. ببینید، توماج اینجا نکات خیلی خیلی مهمی رو مطرح میکنه. یکی این که شرح شکنجه ها رو میده، از حاکمیت قانون حرف میزنه، از اینکه هیچ نهادی نباید بالاتر از قانون باشه و به نظر من واقعا یک مانیفست ارائه میکنه، یک مانیفست از اینکه تنها کسانی که میتونن فراتر از قانون باشن مردم یک کشور هستن که میتونن در واقع قوانین رو تغییر بدن. این نکته بسیار مهمیه. این در واقع ذات خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رو داره نشون میده. تلاش مردم ایران برای اینکه قوانین عصر حجری، قوانین ضد انسانی، قوانین ضد زن جمهوری اسلامی رو تغییر بدن و سرنوشت خودشون رو خودشون در دست بگیرن، اینها رو توماج خیلی به زبان در واقع زبانی که زبان نسل خودشه، زبانی که با طرفدارانش داره حرف میزنه مطرح میکنه. راجع به این حرف میزنه که چطور شکنجه شده. ببینید، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها افرادی که بازداشت شدن شکنجه شدن و خانواده هاشون رو تهدید کردن، تحت فشار گذاشتن که این شکنجه ها بیرون نیاد، برای اینکه از اینکه اون چهره غیر انسانیشون در واقع برملا بشه، هرچند که از یک بخشیش در واقع ممکنه منفعت ببرن برای اینکه رعب ایجاد میکنه، ولی از این همیشه ترسیدن، از بیان حقیقت، از آشکار شدن حقیقت ترسیدن. اما توماج میاد با قدرت راجع به شکنجه هاش حرف میزنه، راجع به این حرف میزنه که توی این مدت که در واقع نبوده، بعد از آزادیش داشته خودش رو ترمیم میکرده با اون صورتی که میخواد طرفدارانش ببیننش حاضر بشه. اینها نکات بسیار اساسی هستن، اینها درس هایی هستن به جوانانی که همرزم توماج هستن، جوانانی که هم اعتقاد اونن و در این مدت در کنارش بودن. به نظرم از این جهت خیلی مهمه که نشون بده که در واقع تلاش جمهوری اسلامی با شکنجه روانی و شکنجه فیزیکی برای شکستن افراد همیشه به نتیجه نمیرسه. خب یکی از دلایلی که حکومت‌های دیکتاتوری در واقع دست به شکنجه میزنن، هم از فیزیکی و شکنجه روانی، که به اعتقاد شخص من شکنجه روانی در واقع جنایتکارانه تر از شکنجه جسمیه، به این واسطه که اثرات مخربش تا ماه‌ها و بعضن سال‌ها در افراد باقی میمونه. یکی از دلایلی که اینها دست به شکنجه میزنن شکستن افراده، برای اینه که در واقع نمادها و چهره های یک خیزش اعتراضی رو در بین بقیه بشکنن و سعی کنن که در واقع از اون اهمیت سمبولیکی که داره در واقع بکاهن. اما این بازگشت ظفرمندانه توماج نشون میده که چقدر پوشالی این در واقع تلاش هاشون برای شکستن افراد، و اونجایی که مثلا به خصوص در مورد این حرف میزنه که 9 ساعت ازش بازجویی شده در مقابل دوربین تا یک ویدیو کوتاه بیرون بیاد، این از این جهت های اهمیتی که نشون میده چقدر جمهوری اسلامی علارغم اینکه سعی میکنه این چهره مخوف رو از خودش نشون بده شکننده است و چقدر در واقع ناتوانه از به زانو در آوردن این نسل. ممنونم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. مؤسسه گزارشگری صادقانه که یک سازمان مردم نهاد در اسرائیل، گفته تعدادی از خبرنگاران فلسطینی در روز حمله 7 اکتبر با ستیزجویان حماس وارد خاک اسرائیل شدند. این افراد که با رسانه‌های بزرگی مثل اسوسییتد پرس و رویترز همکاری می‌کردند، تصاویر تهیه شده در روز حمله رو در اختیار رسانه‌هاشون قرار داده بودند. اردوان روزبه در همین زمینه گفتگویی کرده با گیل هافمن، مدیر مرکز گزارشگری صادقانه.
مؤسسه‌ای به اسم گزارشگری صادقانه که اینجا در اورشلیم مستقر هستش چندی پیش اعلام کرد در حمله حماس به خاک اسرائیل تعدادی خبرنگاران که بعضی از اونها با رسانه‌های خیلی بزرگ نظیر CNN، Associated Press و رویترز کار می‌کردن در حمله حضور داشتن. بگذارید برم سر اصل مطلب. روزنامه‌نگاران فلسطینی در 7 اکتبر خیلی زود اینجا در خاک ما بودند. اونها از یک تانک کاملا سوخته بود عکس گرفتن، وارد مناطق مسکونی شدند و برخی از اونها به برخی از جوامع یهودی در حومه غزه رفتند. این برای ما باعث شد در میان کسانی که در میان اونها شناخته تر هستند سوالاتی مطرح بشه. ما ادعا نکردیم که میدونیم اونها کجان، اما در مقالمون سوالاتی در مورد اینکه چگونه به طور مرموز در مکان زمان مناسب قرار گرفتن پرسیدیم. ما از یکی از 2 روزنامه‌نگار در اونجا راهنمایی هایی دریافت کردیم و البته از رسانه های مختلف هم تحقیق کردیم. همچنین اسامی کسانی رو یافتیم که در تصویر دیدیم و تلاش کردیم بررسی کنیم که اونها چه کسانی هستند و ارتباط اونها با حماس چیه. در واقع مدت ها در حال بررسی رسانه های اجتماعی این خبرنگاران بودیم. یکی از این خبرنگاران به نام اصلاحیه در زمان حمله در شبکه‌های مجازی فعال بود. همچنین در تلگرام هم فعالیت داشت. او در اون روز پیام‌های بسیار زیادی نوشت و از اتفاقاتی که برای یهودیان افتاد استقبال کرد. آیا شما تلاشی کردید که یقین کنید این اظهارات درسته یا به همین بیانیه‌ها بسنده کردید؟ در یک درک به نوعی میشه گفت اونها میگن ما میپذیریم. میدونید افرادی در اون رسانه‌ها ادعا میکنن میدونن و البته اون چرا که میگویند باور دارن یا نه رو نمیدونیم. ما فقط سوالاتی رو مطرح میکنیم و میتونیم بگیم خب این همون چیزیه که اونها میگن. تم خطف جميع من كان داخل هذه الدبابة جميع من داخل هذه الدبابة تم خطفهم قبل قليل من قبل عناصر قتال القسام في هذا المكان كما شاهدنا بالعين المجردة. این مشخصا سوال منه. به نظر شما این افراد فقط خبرنگاران این ساکن غزه بودن یا درگیر مسائل دیگری در همکاری با حماس هم هستند؟ حسن اصلاحیه که یک گزارشگر آزاد برای اسوشیتد پرس و سی ان ان بود با برخی بررسی ها مشخص شد که با رهبر حماس رابطه بسیار خوبی داشته. در زمان انتشار این گزارش تحقیقی عده‌ای می‌گفتند که او سالها با حماس بسیار نزدیک بوده و اشاره می‌کردند افراد هر وقت لازم بود به نفرات عالی حماس برسن باید از اون عبور می‌کردند. بنابراین او به خوبی همه چیز رو می‌دونسته. حتی اگر اسوشیتد پرس که پس از اون واقعه عکس‌هایی ازش رو خرید یا سی ان ان که میگه 3 روز پس از شروع جنگ اون رو استخدام کرد نمی‌دونسته، این به این معنی نیست که خود او از هیچ چیز باخبر نبوده. That doesn't mean that he didn't know. You know, the woman who was being dragged off from the dance. شما حتما زنی رو میشناسید که بدنش از جشنواره رقص نووا به غزه کشیده میشد. شانی لوک، شهروند آلمانی که حماس اون رو به قتل رسون. احتمالاً مادرش تعجب کرده. درست در زمانی که دخترش پشت کامیون مورد تعرض قرار میگرفته، یک عکاس خبری هم اونجا بوده. اون عکاسان خبری از کجا میدونستن در اون زمان باید اونجا باشن؟ مادر شانی هنوز در شوکه. من فکر میکنم ما در پرسیدن این سوالها تعلل کردیم. به هر حال ما همیشه به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد روزنامه‌نگارانی بودیم که اسرائیل رو پوشش میدن، به ویژه در 7 اکتبر، بدترین روز در تاریخ مردم یهود از زمان هولوکاست. حماس مرتکب جنایت جنگی شده و این خبرنگاران شاهد عبور از مرزهای ما در کنار افرادی که به خاک اسرائیل نفوذ کردند و غیر نظامیان را خانه به خانه به قتل رسوندن بودند و اونها را متوقف نکردند و فقط این حوادث را مستند کردند که فقط به حماس کمک میکرد، چرا که تصور میکردند در حال رسیدن به یک دستاورد بزرگند. The New York Times and Reuters have been very protective of their journalists. New York Times و رویترز از خبرنگاران خودشون حفاظت میکنن. حتی اونها رو اخراج نمیکنن و من حدس میزنم اونها فقط تحقیقات داخلی خودشون رو انجام دادن. اسوشیتد پرس، اسام ادوان،
کسی که چندی پیش در رسانه‌های اجتماعی خودش به انگلیسی نوشت که اسرائیلی‌ها نازی‌اند یا اینکه اسرائیل باید نابود شه و باید قیام بزرگ فلسطینی‌ها برپا بشه رو فقط تعلیق کردند و حتی اخراجش هم نکردند، در حالی که هر آنچه اون نوشته با صراحت به زبان انگلیسی بوده. نیویورک تایمز سلمان حجی رو که یک خبرنگار آزاد در غزه است دوباره استخدام کردند. گزارشگری صادقانه نشون داده که او یک سال پیش از این هیتلر را در رسانه‌های اجتماعی تحسین کرده. آیا هنگامی که او را در آغاز این جنگ در غزه دوباره استخدام کردند، از اونها پرسیده شد که چگونه میشه این کار را انجام داد؟ لابد گفتن خب، پارسال قوانین را زیر پا گذاشتن، امسال نمی کنن و گزارش های عینی و منصفانه خواهند داشت. سوال اینه، در حالی که او از هواداران هیتلره، چگونه می توان به گزارش هاش در جنگ علیه قوم یهود اعتماد کرد؟ این گفتگویی بود با گیل هافمن، مدیر مؤسسه گزارشگری صادقانه، در ارتباط با حضور برخی از خبرنگاران فلسطینی در حمله صبح 7 اکتبر از منطقه غزه به خاک اسرائیل. و من اینجا اردوان روزبه در اورشلیم. خب تصاویر زنده داریم دوباره از کرانه باختری در نزدیکی گذرگاه بیتونیا، جایی که تعدادی از زندانیان فلسطینی که توسط اسرائیل برای آزادی گروگان‌های این کشور در دست حماس آزاد شدن، بعد از خارج شدن از زندان عفر به این منطقه در کرانه باختری رود اردن آمدند. همطور که تصاویر زنده رو می‌بینید، آمبولانس‌هایی با پرچم صلیب سرخ بین‌الملل دارن. به گمانم این زندانیان آزاد شده رو وارد سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری می‌کنن. می‌بینید بعضی از ساکنین محلی، اگر اشتباه نکنم، پرچم سبز هم به دست دارن که نماد حماس هست. یکی از نقاط نگرانی اسرائیل همین بوده که این آزاد کردن‌ها در روزهای گذشته به تقویت موضع حماس نه فقط در باریکه غزه بلکه اینجا در کرانه باختری هم منجر بشه. به نظر میاد که حدس می‌زنم ارتباط اینترنتی است و برای همین همطور که می‌بینید منقطع هست، اما مشتمونه خرواره. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از کرانه باختری، جایی که زندانیان آزاد شده فلسطینی از زندان‌های اسرائیل وارد نواحی فلسطینی نشین کرانه باختری شدند. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا گفته ادارات دولتی تحت پوشش این اتحادیه میتونن پوشیدن نمادهای مذهبی رو برای کارمندانشون ممنوع کنن. این اولین باره که عالی‌ترین نهاد قضایی در اتحادیه اروپا که در لوکزامبورگ واقع شده، بعد از کشمکش‌های زیاد بر سر استفاده از برقه و پوشه، چنین رأی رو صادر میکنه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم برای ایجاد یک محیط اداری کاملا خونسا گرفته شده. این قانون شامل نمادهای مثل حجاب اسلامی یا نمادهای هر مذهب دیگری هم میشه و حتی در زمانی که کارمندان یک اداره با مراجعه کنندگان به طور مستقیم سر و کار ندارن قابل اجراست. حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بعد از اون صادر شده که یک کارگر اداره دولتی در بلژیک با شکایت از محل کارش گفته بود که ممنوعیت استفاده از روسری آزادی مذهب او رو نقض کرده. مرتاد درویشپور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ملارداین سوئد از استکهلم با ما، اگر درست تلفظ کرده باشم. آقای درویشپور، این یک مقدار اعمالش با دشواری همراه نخواهد بود؟ یعنی شبیه ایران به گمانم باید جلوی در مثلا کسی رو بزنن نظارت کنه که آیا یکی کسی کیپا بر سر گذاشته، کسی روسری بر سر داره، کسی مثلا گردنبند صلیب بر گردن آویزان کرده. خیلی کار دشواریه و نقض حقوق مدنی اینطور نیست به نظرتون؟ ببینید، این بحث پیچیده ایست، برای اینکه از یک سو وجود آزادی مذهب طبیعتاً به معنای استفاده از نمادهای مذهبی رو هم میده، از سوی دیگر خب اینکه مرز این استفاده از نمادهای مذهبی به خصوص در محیط‌های اداری که باید جنبه خونسا داشته باشه تا کجاست، یک مسئله بسیار پیچیده ایست. مثلا از نظر من برقه، اینکه در مدارس مثلا معلمان بخوان برقه داشته باشه، خب روشنه که این نقض غرض هست و از لحاظ پداگوژی شاگرد باید بتونه حتی معلمش رو ببینه. بنابراین مثلا من با ممنوعیت برقه در مدارس و حتی در ادارات موافقم، برای اینکه طرف اصلا قیافه طرف مقابل خودش رو نمیبینه و این اولین شرط حتی هر نوع ارتباط متقابله. اما اینکه کم و کیف این به صلاح ممنوعیت
نمادهای مذهبی تا کجاست و چگونه هست، همونطور که گفتید هم با مشکلات عملی بسیاری روبروز، هم میتونه به خصوص در مورد یک گروه خاص مثلا مسلمانان با یک نوع استیگما شدن یا بیشتر مورد توجه و فشار قرار گرفتن روبرو بشه. بنابراین من شخصا فکر میکنم از این ایده که محیط‌های اداری باید خونسا باشن، مثل رادیو تلویزیون، مثل اصلا محل تبلیغ نمادهای مذهبی نباشن، موافقم. در این حال فکر میکنم در این زمینه باید یه احتیاط معینی را به کار گرفت، به شیوه های پلیسی تبدیل نشه در واقع این متحقق کردن در واقع بیطرفی نهادهای اداری یا رسانه‌ای و نظری اونا. به قول شما الان نمونه‌اشو در فرانسه هم دیدیم دیگه در گذشته، به نظر میرسه که بیشتر اتفاقا متوجه مسلمانان باشه قوانین این چنین، اینطور نیست؟ چون احتمالا پیدا کردن کسی که گردنبند صلیب برگردن داره اومده داخل اداره تقریبا کار غیر ممکنی اگر، و اصلا معلوم نیست که چقدر اصلا کسی مسئله ذهنیش باشه که اون رو مثلا بخوان ممنوع کنن. طرف گردنبند طلا داره، داره بعد مرز کجا میخواد بکشه؟ اگر یه نفر مثلا صلیب کلیسای ساینتولوژی رو داشت، از کجا معلوم مثلا اون مأمور بدون لوگوش به چه شکلی هست یا نیست؟ دقیقاً. بنابراین من همونطور که گفتم، ببینید این گفتم بحث پیچیده است، ما با یه واقعیت‌های روبرویم، واقعیت‌های دوگانه. از یه طرف مسلمان ستیزی در حال رشده و چقدر این تصمیمات متأثر از رشد گرایش‌های مسلمان ستیزی است و تا چه حد دلنگرانی از رشد فناتیسم دینی، چه در شکل اسلامی چه در هر شکل دیگری، میخواد جامعه های اروپا رو واکسینه بکنه. به نظر من یک دوگانگی در این امر وجود داره و شاید من هم مثل بسیاری از شهروندان در این زمینه با یه حس دوگانه روبرو هم. قطعا به نظرتون تنش رو بیشتر نکرده؟ یعنی مثلا اینجا در ایالات متحده خب این اصلا موضوعیت نداره دیگه، نه در مورد حجاب اجباری وجود داره، نه در مورد بیان مثل بعضی از کشورهای اروپای قاره‌ای در مورد بیانات تحریک‌آمیز یا نجات پرستانه ممنوعیت حقوقی وجود نداره. حالا ممکنه یه نفر در ادارش اجازه نداشته باشه، ولی در فضای عمومی اجازه داره هر چیزی بگه. میخوام بپرسم آیا با تمام این محدودیت‌هایی که دولت‌های اروپایی گذاشتن، تنش رو کمتر کردن یا بیشتر کردن؟ ببینید، اولا نمونه فرانسه در درجه اول که بیشتر از هر کشور اروپایی دیگر در این سختگیری ها اعمال نظر میکنه و مقایسهش با بسیار از کشور نظیر انگلیس مثلا که تساهل بیشتری در این زمینه ها به خرج میده، نشون میده اون سختگیری های بیشتر میتونه تنش ها رو افزایش بده. یعنی ما این رو نمیتونیم نادیده بگیریم و حتی میتونه به گسترش قطبندی شدن پولاریزاسیون جامعه منجر بشه. اما از سوی دیگر این هم یک واقعیت، برای عقب راندن نفوذ مذهب، نه اونم فقط اسلام، و برای عقب راندن در واقع فناتیسم، به هر حال جوامع ناگزیرن از یک سری اتکا به قوانین و در واقع سیاست‌های تبعیت بکنن. حوزه این تا اونجایی که به نظر من به حریم شخصی برمیگرده، اگه یکی تو کوچه خیابون یا توی خانه خودش بخواد هر نوع لباسی بپوشه، هر به اصطلاح نماد مذهبی رو داشته باشه، آزاده. اما به نظر من در حوزه اداری و حوزه های در واقع نظیر اون، مدارس، آموزش و پرورش، ما باید به بیطرفی، عنصر بیطرفی میدان بیشتری بدیم، اما به شرطی که واقعا این بیطرفی مشمول دور کردن همه مذاهب باشه و نه فقط مسلمانان و جامعه اسلامی، که در اون صورت بیشتر به گسترش نجات پرستی و شاید برانگیختن احساسات معکوس یاری برسه. ولی خب اینا یه نحوه زندگی دیگه، فقط مثلا مثل پوشیدن لباس تیم فوتبال مورد علاقه که نیست. یعنی یک زن مسلمان به گمانم وقتی حجاب داره بخشی از هویت اوست، نمیتونه جلوی در اداره‌ای که درش کار میکنه بگه خیلی خب من نمایش دادم، حجابم رو حالا از سر برمیدارم و میرم داخل اداره. اینطور نیست؟ این بحث درسته، اما ببینید ما بحث درونی شدن خود ارزش‌ها هم هست. یعنی آیا مثلا همه نمادهای مذهبی از یک درجه اثرگذاری برخوردار هستن یا نیستن؟ خودش یه پرسش جدی است. مثلا شاید یه حجاب ساده، یعنی دولت رو بکنیم متولی پاسخ دادن به اینکه کجا مرز هست و کدام خوب است و کدام بد هست، میدونیم که این مسیری خطرناک میتونه باشه. اینطور نیست؟ این کاملا حق با شماست. در این حال اگر ما پرسش رو معکوس مطرح بکنیم،
مثلا اگر قرار باشه عین این سوال از من اصلا در سوئد شد، اداره آموزش پرورش سوئد از من پرسید ما دانشجویی داریم که بخواد با برقه معلم بشه بره مدارس، نظر شما چیه از منظر آزادی مذهب و منظر آزادی حقوق کودک؟ من بعد از شاید دو روز فکر کردن در مورد این گفتم به نظر من با برقه در مدارس تدریس کردن باید ممنوع باشه، برای اینکه تأثیرش روی کودک از لحاظ پداگوگی منفیه. بنابراین میخوام بگم یک پاسخ همه جانبه نمیشه به سوال شما داد. در خیلی از زمینه‌ها نباید دولت زیاد مداخله بکنه، چون میتونه به مداخله پلیسی منجر بشه، به قول شما اینتگریته فردی رو برهم زدن. در این حال ما اگر از منظر حقوق کودک مقدم است، حقوق زنان مقدم است و حفظ بی‌طرفی جامعه در برابر مذاهب گوناگون، شاید باید به جامعه و دولت‌های امکان بیشتری بدیم که این حوزه بی‌طرفی رو در برابر همه مذاهب، تاکید می‌کنم نه فقط یک مذهب، صورت بگیره، اون هم فقط از طریق راه‌های پلیسی نیست، آموزش، گفتگو و روشنگری هم در این زمینه نقش بسیار مهم. ممنونم از شما. مرتاد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ملالدران سوئد از استکهلم. بر اساس گزارش واشنگتن پست، تابعیت آمریکایی سیاوش صبحانی، پزشک ایرانی تباری که 61 ساله در آمریکا زندگی میکنه، لغو شده. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در نامه‌ای به آقای صبحانی اعلام کرده چون در زمان تولدش پدرش دیپلمات سفارت ایران در آمریکا بوده، طبق قوانین آمریکا اعطای شهروندی به او اشتباه بوده. در این نامه اومده با توجه به مسئولیت دیپلماتیک خانواده صبحانی و صدق نکردن قوانین قضایی آمریکا در مورد اونها، سیاوش صبحانی نمیتونسته شهروندی آمریکا رو در بدو تولد احراز کنه. سیاوش صبحانی که در آمریکا به دنیا آمده مجبور شده برای دریافت اقامت دائم آمریکا اقدام کنه. آقای صبحانی این وضعیت رو آشفته کننده و آزاردهنده خونده و گفته در برزخ به سر میبره. شاهین فلاح، وکیل مهاجرت، اینجا در استودیو به ما پیوسته. متوجه هستم آقای فلاح که تقریبا همه مواردی که کسی در آمریکا به دنیا بیاد به طور اتوماتیک شهروند آمریکا میشه، مگر اینکه دیپلمات باشن و در عملا در حوزه قضایی ایالات متحده نباشن. ولی در مورد ایشون یک بار گذرنامه صادر شده، شهروندی به ایشون داده شده. آیا دولت آمریکا میتونه شهروندی کسی رو که به درست یا به غلط به او اهدا شده ازش بگیره؟ بله، در گذشته هم حتی اداره مهاجرت کسانی که ما دو دسته افراد داریم که شهروندی بهشون داده میشه. دسته اول افرادی هستن که در ایالات متحده آمریکا به دنیا میان. خب بر مبنای اصلاحیه 4 قانون اساسی آمریکا کسی که در امریکا به دنیا میاد و از مسئولیت قضایی استفاده نمی‌کنه و قوانین ایالات متحده آمریکا میتونه برش جاری بشه، اون شخص در زمان تولد شهروند آمریکا محسوب میشه. دسته دوم افرادی هستن که بعد وارد آمریکا شدن و به اینا ما میگیم naturalized citizens، یعنی کسانی که میان امتحان میدن، 5 یا 3 میگذره بر مبنای قانون، کسب تابعیت میکنن. اگر کسب تابعیت بر مبنای اطلاعات اشتباه و یا اطلاعاتی باشه یا مدارکی باشه که از ابتدا به اداره مهاجرت آمریکا یا به وزارت امور خارجه آمریکا و ادارات تابعش مثل سفارت ها داده شده باشه، حتی در خیلی از موارد خود بنده تجربه این رو داشتم که شخص اولین اپلیکیشنی که وارد براش میخواسته وارد آمریکا بشه و این اپلیکیشن رو داده توش دروغ گفته و بعد این دروغ رو پیدا کردن 20 سال بعد و گفتن شما از ابتدا حق ورود به آمریکا نداشتی چون دروغ گفتی، بنابراین هر چیزی که بعد از اون هم گرفتی شما میگن fruit of prison is tree یا این میوه های درخت سمی است و تابعیت رو از شخص گرفتن. در این مورد یک مورد به خصوص هست، تابعیت به ایشون داده نشده، یک پاسپورت اشتباه بر مبنای اشتباهی که اون افسری که این رو صادر کرده داده شده. کسی که از مسئولیت دیپلماتیک استفاده میکنه مطابق اصلاحیه قانون، مطابق اصلاحیه 14 قانون اساسی امریکا نمیتونه تابع آمریکا باشه چون از مسئولیت دیپلماتیک استفاده میکنه و قوانین ایالات متحده آمریکا بر اون شخص و فرزندان اون شخص ساری و جاری نخواهد بود. ولی مورد ایشون خیلی
استثنایی اینطور نیست، یعنی چون شهروند سوئد نیستن که مثلا پدر مادرش دیپلمات سوئد بودن، شهروند ایران بودن که بالاخره یک حکومتی است که بر سرنگون شده، یک حکومت دیگر اومده سر جاش، رابطه دیپلماتیک وجود نداره، تابعیت دیگری همو نداره، بر اساس تعهدات بین المللیش هم آمریکا نمیتونه یک نفر رو بدون ملیت بکنه. چقدر این پرونده رو پیچیده میکنه؟ این پرونده رو پیچیده نمیکنه، چون ما در زمان تولد در نظر میگیریم که آیا اون شخص، خود اداره مهاجرت قوانین بسیار واضح هست، در زمان تولد شخص اگر پدر و مادرش یا هر یک از اون افراد دارای مسئولیت دیپلماتیک بودند، بر مبنای اون زمان در نظر میگیرم. فرض بفرمایید 60 سال گذشته ایشون از یک پدر دیپلمات به دنیا اومده، در اون لحظه مسئولیت دیپلماتیک داشته، حتی اگر اون قلمرو یا اون کشور یا اون حکومت دیگه وجود نداشته باشه، حتی اگه وجود نداشته باشه در اون زمان وجود داشته، در اون زمان سوورنیتی داشته، در اون زمان اون حکومت حکومتی بوده که سفارت داشته در امریکا، بنابراین در اون زمان چون از مسئولیت استفاده میکردن، اون قوانین ماده 14 اصلاحیه 14 قانون اساسی امریکا براشون متحمل نمیشه، بنابراین نمیتونستن سیتیزن بشن. اگر هم پاسپورتی به ایشون داده شده، به اشتباه داده شده و قوانینی که باید لحاظ می‌شده لحاظ نشده، حالا در اون زمان اون کسی که این پاسپورت رو صادر کرد و به دفعات این پاسپورت رو اومدن و تمدید کردن، به چه دلیل این کار رو کردن، احتمال داره هم ابتداءً اون اشتباه ایجاد شده و بعد این اشتباه بدون این که برن و برگردن و اون سابقه مهاجرتی شخص رو نگاه بکنن صادر شده. در یک زمان یک افسری با دقت بیشتر پرونده رو بررسی کرده، به این مورد رسیده که از ابتدا نمیتونسته سیتیزن آمریکا باشه. برای این گونه افراد گرین کارت در نظر گرفته میشه. حالا ایشون احتمالاً بهشون گرین کارت داده میشه یا بحث اقامت امریکا داده میشه که حالا بر مبنای قوانین بعد از اون میتونن برای شهروندی یا ناتورالیزیشن اپلای بکنن. ممنونم از شما شاهین فلاح، وکیل مهاجرت اینجا در استودیو با ما. و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه همراهی کردید.